به نام خداوند جان و خرد، سلام خدمت یک و یک شما بینندگان صدای جاوره. امروز در موقعیت خرکوش در مکتب نسوان فیضی هستیم. دیگه قسمی که شما در جریان هستین، در گزارش های قبلی هم دیدین که کاری چای مکتب نسوان فیضی را آغاز کردیم. در حدود 7 الی 8 متر رساندیم که متاسفانه آب نداد. دیگه امروز اینجا هستیم تا در موردی از این مشکل بیشتر همراه بزرگا اساتید منطقه خرکوش صحبت کنیم. دیگه انجینر صاحب عبدالخالق هم هست. در ابتدا از انجینر صاحب عبدالخالق پرسان میکنیم که چطور شد چا آو نداد در حالی که شما دو قسمت رو انتخاب کردین. دیگه انجینر صاحب، خب سلام خدمت تمام بیننده محترم و کمک کننده ای که تا حال ما را دست ما را گرفته که ما تانستیم یک امیدی کلان پیدا کنیم به خاطر از اینکه بتانیم یک آوی نزیگ و خوب صحی را در نزیگ مکتب نسوان فیضیه پیدا کنیم تا بتانیم که از این آو برای آب آشامیدنی مکتب یک استفاده خوبتر و یک استفاده با کیفیت داشته باشیم. دیگه گپی خوب است سفری سپ، ما تقریبا یک مدت است که در اینجا البته کمتر گزارش تا یک دیم دوستان خبر هستن. دیگه یه علت هایی داشته، علت اولش این بوده که اون چایی که ما قبلا در اینجا حفر کردیم، البته همی که دوستا جمع شدن اون منطقه رو انتخاب کردن بدون از اینکه البته کدام آبشناس یا یکان کارایی یا یکان ریشسفید رو بیاریم، ما خب به هر رقم تصمیم این بود که هر قدر که ما طرفی کو بریم ممکن است که در قسمت آب ما زودتر به آب برسیم. خب بنابراین تقریبا یک مدتی که در اونجا کار شد شما در تصویر میبینید سنگی که در اونجا بر شد، سنگ از ما بسیار سنگ سخت و صخره ای یا سنگای گرانیت است که هیچ آثار آب در سنگش هم دیده نمیشه، چون هر چایی که کار میشه سنگای سوز داره، سنگای رگ داره. دیگه بنابراین هر کسی که آمد از چهار طرف ریش سفید های منطقه خلاصه همی کسایی که تجربه خوب داشتن همگی گفتن این منطقه او نداره. خب ما رو مزبزب ساخت، ما دویدیم باز او وقتا پشتی کسایی که تجربه خوبتر در قسمت او داشته باشد، البته دوستا مکمل در جریان هستن. باز رفتیم یک دو نفر آبشناس کردیم از ساحه خاک افغان، از اونجا بود اونا را آوردیم، حتی از دایچوپان بود اونا آمدن مکمل اطراف ها را دیدن، نظر خود انداختن در این قسمت که البته قبلا هم مردم از اونا تجربه خوبی داشتن. گنا باز امی که ما استاد هستیم پیش روی ما را همینجا گفتن که این منطقه آوی کافی ممکنه بید، یک شما بهتر است که در اینجا چای خود حفر کنید که در اونجا قدر که شما پیش برید ممکن است که هزینه بسیار هنگفتی را شما مصرف کنید، ما او شاید او برای شما نتر یا بیتم بسیار با هزینه بالا با عمق زیاد. دیگه باز به مو خاطر دیگه بازم سر از این ما اکتفا نکدیم، باز رجوع کردیم اما به حساب رواج منطقه‌ای یا از نگاه اسلامی به ملاها که ما چند نقطه ای را که شما را گزاره کردیم یک استخاره کردیم. باز استخاره ما هم تصادف اما چند نقطه ای را که استخاره کردیم خوبترین چنمی منطقه آمد که اما آبشناس ما به حساب که آورده بودیم، البته دو بار نه یک بار، دو نفر نه یک نفر که با سر به حساب سیومی نفری که اسخاره شد در این منطقه را خوبتر گفتن که شما در این منطقه چهار هفاره که انشالله به آوی خوبتر خواهد بسیسی پیدا کردید. دیگه به مو حساب ما امروز که آمدیم هم گرچه روز جمعه است 28 اسد، ما میخواییم که امرای دوستایی که ما تا آنوز را همکاری کردن بیست ما را گرفتن یک سلام و مشوره داشته باشیم. دیگه گرچه چایی که قبلا کار شده در حدود 7 متر بوده، در حدود 67000 68000 افغانی مصرف خورده، دیگه و ممکن است که اگه ما کار میکنیم شاید بالاتر از 2-3 لک افغانی مصرف میخورد ولی نتیجه نمیداد و بزرگایی که طرف و طرف آمدن دیدن همین منطقه را که نشانی کردن که ما فعلا استاد هستیم، اینا رو شاید زودتر با پیسه کمتر شما به نتیجه مطلوب برسید. پس ما امروز آمدیم که همراه شما برادران مصلحت کنیم، مشوره کنیم، ما آیا نظر شما هست که ما همینجا چا حفر کنیم، چون از اون منطقه ما مکمل ناامید شدیم. هر کسی که آمده، هر کسی که
تجربه داشته ما را در اونجا مانع شده. بنان امروز آمدیم که بار دویوم چای دویوم را البته با شما پیشنهاد کنیم که البته بیتانیم که از اینجا یک چای یک آوی آشامدنی پیدا کنیم که تا بیتانیم مشکلی مکتب مرفوع کنیم. این نصب اما آوشناس را که شما آوردین بر شما گفتن که در حدود چند متر در اینجا دواب میرسیم؟ حدود 12 متر. خب آبشناسی که ما آوردیم البته قبلا در رفته بود در مسجد خوال اما منطقه را سهل کرد اونها گفته بود که 16 متر شما در اینجا دعاو برسید اما آدم هم دایم در اینجا گفته در حدود 12 متر شما دعاو خواهد رسید پس اگر این رقم اگر باشد ما که بهتر است که از اوی که ما 20 متر در سنگ اونجا کار کنیم نتیجه نتیجه در اینجا شاید در 12 متر یک 2-3 متر از این ممکن نرم باشد یک 6-7 متر از این شخ باشد چون منطقه جاوری خب کلی دوستا خبر است که زیر دنیا کلا سنگ است حتما هزینه زی کمتر خواهد بود نظر به اوچا دیگه اونا خود 12 متر برای ما گفته که در اینجا حتما شما به آو میرسید خب آقای حکیمی شما که معتمدم هستین آیا راضی هستین که خود شما که چهار از اونچی بریم در اینجی دهیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام صمیمانه خود را بر کل دوستا و همکارانی که ما را در این راستا همکاری کردم لسین اسمانی فیضیه را به همه شما سلام میرسانیم خدا آن شما را داشته باشد البته خب طبق پلان سابقه ما از سه ناروی آمده بودن طرف بالایی از امی چایی که حفر کرده بودی اوجا را نشان داده بودن که او میده ما پایین مکتب را نشان داده بودن در بین از این امی جایی که چا حفر شده بودن امی را دوستا انتخاب کردن بالاخره اون امور را در حدود 7 متر کار کرد در جایی رسیدیم که بلکل یک تخت سنگی سخت بر شد دیگه همون نفر که کار منم و آبشناس هم که هم ده پار قرآن هم که کردیم البته پار قرآن را که ما کل عقیده داریم با خون کربلایی قاضی اونجی را ندادن دیگه بناهن اینال ما در این فکر استیم که هر قدری که ما اونجی کار کنیم پول را مصرف کنیم آخرش هم به نتیجه هزینم کلش مصرف شنه به نتیجه بعد است به حیف دیگه به می اساس اینوی جایی که استاد شدیم طبق که فرمایش انجینیر صاحب که گفتن پال کردیم پال قرآن را داده اما آخون کربلایی همی جایی را از 4-5 جایی همی را خوبتر گزارش داد آبشناس را هم که آوردیم همی جایی را تایید کردم دیگه لازم است که همی جایی را شاید هزینه کمتر و شاید همون پولی که باقی مانده که فعلا در دسترس است اگر مصرف کنیم شاید یک نتیجه بده دیگه بسیار خوب دیگه. استاد بشارت آیا شاگردای مکتبی که در اینجا می روزا میاد دیگه مکتب هم شروع شده چقدر مایوس شده اونا که ایچا آو ندیده چایی که 7 متر در حدود 7 متر کار شده بلا شاگردا دیگه این تقریبا شاگردای بعد از ظهر نه شاگردای بعد از ظهر از این چیزی امتحان ها و رخصتی تقریبا یک ماه تعطیل بود دیگه تازه اونا شاگردای بعد از ظهر دوباره به صورت غیر رسمی شروع بودی شاگردای قبل از ظهرم اونا اگر چونو قدر سرگردان است که بخاطر که آب خوردن در مکتب نیست آب خوردن شش هفت تانکر آب ما خریده آورده از کاریز آقای حمیدی ابخو آورده خریده آورده اون مور به قدم تانکر را پر منه اون لولکشی به قدر آبی دیشویه به شاگردان اجازه داره بوره دیگه دیگه اون آبی چیز خوردن خونه مور از خانی خو از خانی خو میره اون سرگردان از خاطر مشکلات آب دیگه واقعا چیه دیگه اون در خانه ها اونجا مونه که مرامون نمیلم مرامون شکایت از او برشته که میگه مگه اگر یک چیز میده مونه نه مگه میده کت یه چیز شد او رقم شد پای فرور رقم او رقم کت شاگردار ما میگیم که حتما شما آب از خانه خبرید دیگه آب که دونش که خریداری نمیرید بنیر چاند از منی بقدر ما درخت های مکتب رو بین مکتب کستن اونا رو آب میدی دیگه آبی شوید شوید استفاده میدی بسیار خوب انجینر صاحب و استاد آقای حکیمی پیشتر شما گفتین که کدام کسی برای حفر چا و مکتب نسوانی مکتب ذکوری فیضیه هم پیسه روان کده بود رحیم استف شما باید استاد حکیمی مالوم 40,000 پیر ایگه 20,000 پیبل دیزی مکتب خب 20,000 پیبل دیزی مکتب
با سلام احترام به محضر شما بینندگان محترم ای آدرس سلامتی شما رو میخواییم از خدا که به می مکتب نسوان فیضیه کمک مالی کردین. فکر کنم آقای یکی می یک کمک جدید هم ده به نام فیدا حسین مسرور مبلغ 40 هزار افغانی فرستاده که به دسترسی آقای یکی می رسیده و 20 هزارش هم برای مکتب نسوان فیضیه، 20 هزارش هم به مکتب ذکور فیضیه. از جناب فیدا حسین مسرور تشکری مونیم، سلامتیش را صحتمندیش را از خداوند می طلبیم. از دوستان دیگه ای هم که در هر دو مکتب کمک مونه آرزومندیم که دستیاری دراز کنه و با همکاری شما و با همکاری مسئولین هر دو مکتب بتونیم یک مکتب که بدون مشکل باشه و بدون مشکلاتی که موجود است فعلا این مکاتب رو ببینیم. حقیقتا این هر دو مکتب با مشکل مواجهه، چی در بخش ساختمانش و چی در بخش آب و سیستم آبش. سلامتی دوستا رو میخواییم که کمک کده. بازم تشکریمونم، یک دنیا تشکر، سلامت باش. خب خدمت بیننده و دوستای محترم و کمک کننده خوبی ما که تانوز دست ما را گرفتید، ما فعلا که البته به خاطر همی چای مکتب، به خاطر از یک مشکل آب مکتب حل شوه، خب میاییم و شما پیسی نقدی خود روان میکنید، هیچ گپی نیست. ما شب هم آزی رسیم که بیاییم، روز هم آزی رسیم بیاییم که تام گزارش های خوب بر شما تهیه کنیم و شما را در جریان قرار بدیم. دیگه مشکلی که با پیشتر هم نمزی گپا گفتیم که او قسمت برادرهای که البته تجربه خوب داشتن، مستفید هایی که بودن ما را مانع شدن، البته که مصرف شما اضافه میشه در اونجا و شما نمیتونید که از اونجا اوی به حساب برای کفایت مکتب را بکشید، ممکن مصرف شما شاید بالا بره. به مو خاطر دوستای چیزی برای شما بگیم که در کل جاغوری در چند سال سیستمی که در وزارت ها و دولت ها بودن، خصوصا در بخش آب و آبرسانی و واتر سانیتیشن و این بخش هم زیادتر انکشاف دیهات پیش می برد، بسیار جایی از بودجه سازمان ملل بود یا از دولت بود، به هر رقم در بسیار جایا در قسمت های اتا ناوه یا قسمت های دلومان یا مثلا سیپیا یا مثلا در بعض جایای بابا یک چارک تصمیم می گرفتن که باید کار کنه، چون نتیجه نمیده تقریبا چهارم چا پنجم چاره اونا حفر میکرد، هر کدام از 10 متر 8 متر 7 متر کار میشد، میدیدن انجینرایی که میامدن و کسایی که میدیدن که اینجوری واقعا آو نمیده، باز جای دیگر انتخاب میکردن. خب به هر صورت آخر بالاخره یک جای آو پیدا میکردن. از زیر دنیا کس خبر نیست دیگه، خصوصا در ساحات جاغوری. ساحات جاغوری یک رقم ساحاتی هست که واقعا صخره‌ایه، واقعا بسیار سخت و سنگ بسیار چی هست، سنگین هست که حفاری ازو بسیار مشکل است. پس ما در این نزدیکا مثلا نایوی خبر دارم که نایوی که مدیر معارف ولسوالی بود، خب اون آدم گرد خانه خو غار کرده، سلا سلا کرده تقریبا 40 متر 50 تا 60 متر یه آدم چی کرده، خودش هم گفته که چیز زندگی بود دمیج ما مصرف کردیم. همین رقم بچه سقیله که در نزدیک اوی ممدک قرار داره، تقریبا بسیار نزدیک است در اوی ممدک، او هم چندین چهار مصرف چی کرده، حفاری کرده ولی نتیجه نگرفته، بالاخره چای ششم بوده هفتم بوده که به نتیجه رسیده که امروز از او وای استفاده مونه. خب بنان در اینجا باز برای دوستا ایت بگویم که همی کمکی که شما کردید، همکاری که شما کردید، ما مجبوراً باید او کمک های شما رو در جای مصرف کنیم که در اونجا انشاءالله بیتانیم که به نتیجه مطلوب برسیم تا مشکل اساسی و بسیار عمده که در مکتب وجود داره و این رو باید اساسی حل کنیم تا آب خوب برای مردم برای شاگردان تهیه کنیم. اینش که مو دیگه امکانات داده انجینر نه امکاناتی انجینرایی که دوربین داشته باشه زیر زمین رسیل کنه رگ یاور پیدا کنه، بله اونمو استخاره خورانه، اونمو اوغون خاکیرانه، اونمو اوغون دایچوپانه، مو دیگه را نداره. اینجا مو آبشناس نیه رگ مگر بشناسه، درسته یا نه؟ خوی نالا وسیله یعنی مو اونمی استخاره خورانه پناه موریم با مو استخاره خوران را نداریم دیگه، دیگه چاره نداریم آقای سفر. دقیقا دیگه ما اینمزی امکاناتی که توسط استخاره قرآن شریف است و کسایی که تجربه آب داره، مستفیدایی که در این منطقه بوده،
یک تعداد آمده که شهر مورچک است اونم علامتی هاو است که این دمینج شهر مورچک قرار داره اینی گنگوهای تگپا هست یا تجمع بوتای تگپا باست میگه کنج آثار هاو است بنابراین ما از چندین جهت از استخاره تا آبشناس تا شهر مورچه و تا این مسائل را در نظر گرفته بنابراین این منطقه را انتخاب کردیم نگه او دوستان مانم تصویر آب میبینه و سنگی که در اونجا است کاملا سنگ صخره‌ای کوه است که در اونجا هیچ نه رنگش به رنگ آب میمانه نه رقمش نه هیچ جایش دیگه بنان دوستا ما میره تصمیم گرفتیم که بخیر چای که انشالله موفق شوند در اینجا در قسمت شرق مکتبی دخترانی فیضی خرکوش در نظر دادم که انشالله به زودترین فرصت را آغاز خواهد کردیم که دیگه مشوره شما البته باشد ما را حتما زودتر قوال بدید که ما به خیر کارای خود شروع کنیم. خب ما امیدوار هستیم که امی جایی که شما انتخاب کردین نتیجه بده و در چای افتوم و اشتوم نرسیم. دیگه ما در اخیر بازم تشکر میکنیم از تک تکی کسانی که تا امروز را همراه از ما یاری کرده و کمک کرده همین رقم کمکایش را بازم در قسمت چا میخواییم دیگه کدام گپی نمانده شما را به خداوند منان میسپارم.